تصیح اطلاعات روزانه در این قسمت امکان مشاهده و تغییرات در ترددها با قید ساعت و تاریخ تغییر امکان صدور مرخصی و معموریت ساعتی و روزانه و امکان مشاهده اطلاعات شیفت و گروهکاری در هر روز برای هر نفر وجود دارد. اطلاعات پرسنل در این پنجره لیست تاریخ، روز، وضعیت، شیفت، اولین و آخرین کارزنی در طول شیفت، تعداد تردد، حضور، تأخیر، تعجیل، کل کسر کار، اضافه کار اول وقت، اضافه کار آخر وقت، کل اضافه کار، شب کاری، کاری، اضافه کار تعطیل، مرخصی ساعتی و مأموریت ساعتی در طول دوره انتخاب شده قابل مشاهده است. این پنجره فقط محیط مشاهده است و از اینجا تغییرات اعمال نمی شود. در این پنجره نام فرد انتخاب شده در بالای لیست قابل مشاهده است. با انتخاب تاریخ مورد نظر اطلاعات مختلف مربوط به وی را در پنجره های دیگر خواهیم داشت. در صورتی که یکی از گزینه های نتایج خطادار، دار، های ناقص و غیبت ها انتخاب شده باشد، اطلاعات این پنجره به آن اختصاص خواهند یافت. انتخاب نوع فعالیت در تصیح اطلاعات روزانه این گزینه ها عبارتند از انتخاب پرسنل، ویرایش ترددها، مرخصی ساعتی، معموریت ساعتی، صدور مجوز روزانه، پردازش، اطلاعات شیفت و اطلاعات گروه کاری. انتخاب پرسنل برای انتخاب یک یا تعدادی از پرسنل با امکان فیلتر کردن از این گزینه استفاده می شود. برای گزینه های نام خانوادگی، شماره کارت، شماره پرسنلی، گروه کاری، محل خدمت و نوع کاردزنی، قابلیت انتخاب به صورت فیلتر میسر می باشد. محدوده تاریخ برای تصدیق اطلاعات نیز در این پنجره انتخاب می شود. برای مشاهده لیست تمام پرسنل از فیلتر استفاده نمی شود و فقط کلید جستجو را می زنیم. ویرایش ترددها با انتخاب این گزینه و روز مورد نظر از لیست اطلاعات پرسنل اطلاعات ترددها و اطلاعات خام تردد ثبت شده در دستگاه و تغییرات ایجاد شده در ترددها در دسترس ما قرار می گیرد. در پنجره اول امکان تغییر و یا افزودن تردد به همراه نوع تردد میسر می باشد. برای ثبت تردد جدید بر روی سطر پایین ترددها کلیک می کنیم. و برای حذف تردد روی تردد مورد نظر کلیک کرده و سپس دکمه F8 یا دیلیت را میزنیم. در پنجره دوم، اطلاعات خام دریافت شده از دستگاه کاردزنی قابل مشاهده است، اما قابل ویرایش نیست. در پنجره سوم، تغییرات انجام شده کاردزنی و یا های ثبت شده با نمایش تاریخ تغییر قابل مشاهده است. پنجره چهارم صورت اطلاعات پردازش شده هر روز را نمایش می دهد. مرخصی ساعتی با انتخاب این گزینه و تاریخ مورد نظر از اطلاعات پرسنل مرخصی های ساعتی و تغییرات آنها قابل مشاهده و تغییر خواهند بود. مرخصی های وارد شده از این قسمت و یا از قسمت صدور مرخصی قابل مشاهده خواهند بود. زمان مرخصی و تاریخ ورود آن نیز درد می شود. برای تغییر دادن اطلاعات از قسمت بالا استفاده می شود. در صورت نیاز اختصاص این مرخصی به دیگران از گزینه تعمیم استفاده می کنیم. معموریت ساعتی با انتخاب این گزینه و روز مورد نظر از لیست اطلاعات پرسونل، معموریت های ساعتی و تغییرات آنها قابل مشاهده و تغییر خواهد بود. این قسمت کاملا شبیه به مرخصی ساعتی می باشد. صدور مجوز روزانه با انتخاب این گزینه و روز مورد نظر از لیست اطلاعات پرسنل امکان ثبت مرخصی روزانه معموریت روزانه تعطیل غیبت حذف مرخصی روزانه و حذف معموریت روزانه وجود دارد ابتدا روز مورد نظر را از لیست اطلاعات پرسنل انتخاب نموده سپس مجوز لازم را انتخاب می کنیم. گزینه تعمیم جهت اختصاص دادن اطلاعات وارد شده این قسمت در همان تاریخ به افراد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. پردازش برای انجام محاسبات هر روز ابتدا روز را از لیست اطلاعات پرسنل انتخاب کرده سپس روی این گزینه کلیک می‌کنیم. توجه داشته باشید برای پردازش اطلاعات شیفت‌هایی که در دو روز متوالی قرار می‌گیرند یعنی ورود در تاریخ امروز و خروج در تاریخ فردا ثبت شده است، مانند شیفت های شب، برای محاسبه درست هر دو روز باید پردازه شوند. اطلاعات شیفت اگر لازم باشد شیفت نسبت داده شده به روز انتخاب شده را مشاهده کنیم، از این گزینه استفاده می کنیم. اطلاعات گروه کاری برای مشاهده ی لیست اطلاعات گروه کاری روز انتخاب شده، برای پرسنل انتخاب شده از این گزینه استفاده می شود. پرسنل های انتخاب شده در این قسمت نام و مشخصات پرسنل انتخاب شده آمده است و با انتخاب هر فرد اطلاعات مربوط به او در سایر پنجره ها ظاهر خواهد شد